به نام خدا و عرض سلام خدمت شما، امیدوارم خوب باشین در هر کجایی که هستین. بخش ورزشگاه مهمانای عزیزم هستن با ما در استودیو. مهمانای عزیز دارم از بخش یونیفاید که در مسابقات زمستانی رفته بودن، برای اولین بار این مسابقات برگزار شده بود. استاد صحبت ها را آغاز میکنن، خودشان معرفی میکنن خدا و همچنان دو عزیزی که با ما هستن در بخش یونیفاید فایت کرده بودن. عرض سلام ادب دارم برای بینندگان تلویزیون طلوع و کارمندای تلویزیون طلوع. علی احمد افشار هستم، رئیس فدراسیون یونیفاید. تقریبا دو هفته قبل از مسابقات المپیک آسیا زمستانی از شهر تاشکن دو تا ورزشکارای خود بودیم. بر اولین بار در تاریخ ورزش افغانستان بوده که تیم رزمی برای مسابقات جهانی المپیک یونیفاید اعزام شده بود. اول در مورد فدراسیون یونیفاید بگوین که خیلی ها نامش تازه شنیده باشه. یونیفاید از چقدر وقت پیش تأسیس شده فدراسیونش و چه کارکردها و چه افتخارات را کسب کرده تا حال برای افغانستان؟ تشکر. یونیفاید از سال 2008 وارد افغانستان شده که بله. با حکم ریاست جمهوری فعالیت خود دارن. خوشبختانه دو ماه پیش در رویداد جهانی مشترک کردیم در مسابقات جهانی در کشور روسیه شهر مسکو، که در اونجا هم دو تا ورزشکار بردیم. در تاریخ ورزش افغانستان شاید سابقه نداشته باشه که دو ورزشکار ما ببریم، یکیش مدال طلای جهان بگیره و یکی نقره جهان. بازی اخیر هم کردیم، اولین بار بود که تیم فدراسیون یونیفاید برای مسابقات زمستانی شرکت کرده بودن، که خوشبختانه با دست پر برگشتیم با دو تا مدال که برونز. یعنی واقعا خیلی تیمایی که حرف برای گفتن داشت، قرقیزستان و قزاقستان، بدون مدال رفتن به چیز خودم. یام جای شکر است تو که ایره، من واقعا مدیون ملت خود هستم که از دو از اینا فراموش نشده بودیم. خیلی خوب احمدالله مجددی، در مورد مسابقات صحبت کن که یونیفاید چگونه فایت است؟ MMA هست دیگه. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان تلویزیون طلوع، چی در داخل و چی در خارج کشور همین حالا ما را تماشا داره. یونیفاید رزمی است، ورزش بله. یونیفاید رزمی است و MMA نزدیک است. بله، همچون یک ورزش است. خب در مورد مسابقاتت بود که مسابقات ما در ازبکستان بود، شهر تاشکند، و رفتیم در این مسابقات مقام سیوم گرفتیم و برگشتیم به کشور. چند کشور بود؟ در پیش از 13 کشور اشتراک داشت در مسابقات المپیکی زمستانی بود. خیلی خوب. و سید سجاد حسینی هم با ما هست، در مورد مسابقاتت بگویی که با کدام کشور روبرو شدی، چند کشور بردی، شکست دادی و کدام کشور خود حذف کرد. سلام برای خودم، یک سلام دیگه به تلویزیون طلوع. سلامت کارمنداش دیگه. قدی خودم قدی ازبکستان برابر شدم، شکست دادم دیگه. در چیمه تاجیکستان باختم یک مسابقه. دو مسابقه کردی؟ بله. و اولین بار بود که بله. سفر خارجی رفته بودی و بله مسابقه کردی؟ بله. خب در مورد کپا هم بگوین، خیلی کپا از چی است استاد؟ کپا معمولا کلان از مسابقات داخلی بود که ما در سال تقریبا 4 دوره فدراسیون یونیفاید، پرکارترین فدراسیون، در سال 2018 فدراسیون یونیفاید افغانستان از طرف فدراسیون جهانی یونیفاید که در کشور روسیه است، پرکارترین فدراسیون، ما با افتخارترین فدراسیون معرفی شد در سطح جهان، که در اونجا هم رئیس فدراسیون جهانی سرتیفیکیت برای ما داد، چون به خاطر که ما در سال همین سرتیفیکیت. بله، همین سرتیفیکیت است که در رئیس فدراسیون جهانی به خاطر پرکارترین فدراسیون ما با افتخارترین فدراسیون یونیفاید در سطح جهان ما را معرفی کرد، به خاطر که ما در هر سال حداقلش برنامه داخلی ما 4 تا برنامه داخلی داریم. مسابقات زمستانی داریم، تابستانی داریم، رمضانی داریم. روی از حساب چرا کمرنگ است استاد؟ اتفاقا کمرنگ نیست، اتفاقا که کمتر در رسانه ها چی شده ظاهر شدیم، به خاطر که مشکلاتی که بوده و چیز بوده. شاید چند وقت پیش هم از این رسانه خودتان بازیای برای اولین بار بازی های زمستانی ما را که در شهر کابل در ولسوالی پغمان گرفته بودیم، مثلا تلویزیون تا نشرم شد
یعنی واقعا چیزی است که دستاورد خیلی بالا داریم. خب متاسفانه یک کم رسایی‌هایی که از طریق تربیت بدنی میشه و کم لطفی‌هایی که دو ارزش میشه. ما را زیاد گفته چیز برتون بگویم که از سفرها باز میمانه. اکثریت سفرها اینام که میریم سعی میکنیم که در قیمتی که شده ما به خاطر که هویت خود را ثابت بکنیم، فدراسیون خود را جان معرفی کنیم که فدراسیون یعنی فایتینگ تک فدراسیون است، با هزینه شخصی یا با هزینه که دولت ساپورت میکنن میریم. می سفر قبلی رو که ما داشتیم که مسابقات جهانی رفتیم، دو تا ورزشکار ما رو بردیم. یعنی یقین داشته باش گفتم ما به تاریخ ورزش افغانستان سابقه نداره که دو تا ورزشکار در رویداد جهانی ببریم، یکش طلای جهانی بگیره یکش نقره جهانی. اما متاسفانه روزای اول ایرا مخ بازین شخصی رفتیم، بعد دولت گفت که ما این پیسای تا نمیتیم و فلان. پیسرم حتی تقریبا کار نایی شده بود. یک تعداد از دوستایی که رازنی کردن که یعنی خیلی میباشین، خیلی باید میره، باید گفت رسانه است، باشخایی از ورزشکار که یک نفر از این سه نفر برای ما بده، وگرنه ما منظور نمیکنم که پیسه تانه براتون بر ورزشکار داده شود. امیدوارم مشکلاتتان حل شود. تشکر استاد از اینکه آمدین در برنامه و سپاس فراوان از خودتان آقای حسینی و آقای مجددی. تشکر و سپاس فراوان از هم شما عزیزا. فعلا وقفه.